به نام پروردگار اشک‌ها و لبخندها، رضا ابراهیمی هستم، ارادتمند همه شما عزیزان. دوستان گرامی، کلیپی رو تقدیم حضورتون میکنم در رابطه با نمادها. بحث نمادهایی که میاد، متاسفانه از بس ما ایرانی‌ها نمادگرا شدیم، با تراوشات ذهنی و افکار خودمون میایم یک سری قواعد و قوانینی رو کشف میکنیم. این قوانینی که کشف میکنیم ربطی به باستان نداره و صرفا حاصل توهمات ذهنی یک سری افرادی هست که اون افراد متاسفانه اساتید خودخوانده هستند یا دکترهای بیمدرک هستند. خدمت شما عرض بشه که این کلیپ رو اختصاص دادم به نماد شتر، نماد عقاب و نماد لاک‌پشت. در رابطه با نماد لاک‌پشت در یک کلیپی خدمتون ارائه دادم این کلیپ رو که مربوط به الهه رشنو هست، الهه‌ای که محافظ و پاسبان دشت هاست و پاسبان و نگهبان رمه ها و گله ها و گله ها و چهار پایان. و خدمتتون عرض بشه که این نماد لاک‌پشت رو میگذاشتن و یک به نوعی یک مراسم عبادی و مراسم خاصی رو داشتن که در اونجا جشن و پایکوبی میکردن برای الهه رشنو و لاک‌پشت رو هم میگذاشتن. اما متاسفانه یک سری افراد بیمار میان برای این لاک‌پشت ها یک سری مواردی رو عنوان میکنن، مواردی رو عنوان میکنن که افرادی که واقعا نمیدونن به دنبال اینها راه میفتن و زندگیشون رو پای همین موارد اشتباه دارن، هم خودشون هم زندگیشون رو دارن قربانی میکنن، قربانی عدم آگاهی. وقتی شما نماد شتر دیدی، نماد عقاب دیدی، نماد لاک‌پشت دیدی، 95% اینها ارتباطی به بار و دفینه و بارگذاری و گنج و اینها ندارد. وقتی شما نماد شتر داری، نماد عقاب داری، نماد لاک‌پشت داری، فکر میکنی این شتر یک تریلی برات بار داره، اینها همه اشتباه هست، اینها همه توهم یک سری دکترهای بی سواد بی مدرک خودخوانده دکترها هست. خدمتتون عرض بشه که این نمادها دوستان گرامی یقیناً و یقیناً در پایین دست اونها یک رودخانه فصلی یا دائمی هست و در امتداد همون رودخانه فصلی و دائمی شما یک قبرستان معمولی رو خواهید داشت و تمام. دوستان گرامی، حمایت هم بفرمایید با لایک، سابسکرایب و ارسال کامنت لاتین تا بتونم در خدمت شما باشم و اطلاعات درستی رو خدمت شما ارائه بدم تا بتونم اندکی سطح دانش و معلومات شما خوبان رو ارتقا بدم. لایک و سابسکرایب یادتون نره. مهرتون جاوید و روزگارتون وصله آرامش و امید. بدرود.